سلام علیکم، حال شما چطور عزیزای دلم؟ امیدوارم که مثل همیشه فوق‌العاده عالی باشید. طبق قرار هر پنجشنبه با یکی دیگر از سری آموزش‌های مقدماتی کانال یوتیوبمون در خدمتتون هستیم. این جلسه قراره بپردازیم به بحث بسیار شیرین و البته مهم که خیلی وقتا من دیدم ناقص مونده همیشه، اون هم بحث حذف اشیا از داخل تصویر هست و یا جایگزینی اشیا، که قراره این جلسه کامل بهش بپردازیم. تمام ابزارها و گزینه‌هایی که میتونن در این راه به ما کمک بکنن، جاهایی که به باگ میخوریم و چطوری باید اون باگا رو برطرف بکنیم و هزاران داستان دیگه که امیدوارم حتما استفاده بکنید. اگر بار اول هستش که دارید کانال ما رو تماشا میکنید، خیلی خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید که از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. یه لایک و یه کامنت هم فراموش نشه که اون سابسکرایب خوشگلتون نپره. خب دیگه بپردازیم به بحث آموزش جذاب این جلسه‌مون. دو تا ابزار هست در این قسمت که با گزینه جی روی کیبورد من میتونم بهش دسترسی داشته باشم. کلیک راست میکنم و از همه اولتر میرم سراغ گزینه اسپاتلینگ براش تولز. کوچولو موچولو ترین ابزاری که در این قسمت به ما میتونه کمک بکنه. این ابزار برای چه زمانی استفاده میشه؟ کلن برای زمانهایی که بخوام یه سری اشیای بسیار بسیار ریز رو حذف کنم. دیگه ماکسیمومش همین پریزای برق هستش، میکشم که تازه همینم به نظرم اشتباهه تا حذف سازی رو انجام بده. این نهایتا برای یه جوشی، یه لکی، یه خالی از روی صورت باید استفاده بشه و اجازه استفاده کردن در ابعاد بزرگ و ازش ندارم. چرا؟ چراش خیلی واضحه، بیا نگاه کنیم با هم دیگه. من سایزش رو قشنگ بزرگ میکنم و الان میکشم روی این پنجره. منتظر باشیم کار خودش رو انجام بده. میبینید که بتونه کاری میکنه به جای که بیاد حذف کنه. خب این از این. پس اینو شناخت. این از ابزار اول. ابزار بعدی ابزار پشتولز هستش که بسیار بسیار قدرتمند است. این ابزار چطوری عمل میکنه و چه مزایا و چه معایبی داره؟ حواستون باشه در قسمت بالا نوار تنظیمات بالا روی گزینه اول باشه حتما. چرا؟ چون زمانی که شما اینو میکشید و انتقالش میدید، مرحله بعدی که خواستید برید خودش به صورت اوتومات آن سلکت بشه و دیگه شما رو به زحمت نندازه. یعنی اگه روی گزینه اینور باشه شما انتخابش میکنید میکشید، حالا حذف اینا رو انجام میده، ولی سراغ این گزینه که میرید این یکی هم هست. پس روی گزینه اول باشه. شما کافیه که جسمی که میخواید حذفش کنید رو دور تا دورش رو بگیرید، اونقدر دقت بالایی نمیخواد، و بکشید بذاریدش روی جایی که خالیه و همبافتشه. من به این نکته خیلی باید اشاره بکنم، خیلی خیلی زیاد دقت داشته باش عزیزم. من اگر پنجرم اینجا باشه اینجا بذارم، پنجرم حذف میشه. اگر بکشم اینجا هم بذارم، پنجره من حذف میشه. اما یه چیزی رو دقت کن، چیکار میکنه؟ بافت زمین رو میاد برای من انتقال میده و جالب تر از اون اینه که رنگش هم همسان با رنگ دیوار میکنه. پس این ابزار مزیتش چیه؟ مزیتش این هستش که بافت رو انتقال میده و رنگ اون محوط انتخاب شده رو هم به رنگ دیوار اصلی من که حالا اینجا دیواره، هر چیز دیگه میتونه باشه، در میاره. پس چی؟ پس باید حتما انتقال به یک جای همبافت باشه. بحث ما فقط بحث حذف سازی پس نیست. حتی اگر من این پریز کوچولو رو وردارم بیارم بذارم اینجا، این درست حذف میشه، اما نگاه کن دقیقا تکسچری که اینجا میگیره یا همون بافتی که اینجا میگیره بافت زمین من است که اصلا خوب نیست. پس این باید با یه قسمت دیوار محافظه بشه. خب پس اینم از این ابزار. اما بریم بپردازیم به اینکه این همه تعریف و تمجید کردیم ازش، ببینیم عیب این بنده خدا چیه. یه عیب خیلی خیلی بزرگ داره که همیشه هم داستان سازه برای ما. شما فرض بکن که میخوای بیای سراغ این پنکه، این بالش رو حذف کنی، این چراغه بمونه، فقط این باله حذف بشه. بیا بریم سراغش ببینیم چیکار باید بکنیم. خب من سعی میکنم که این نقطه رو خیلی با دقت برم و انتخاب بکنم و برم اینجا یه دور کوچولویی بزنم و برگردم سر جای اولم. خب الان خیلی خوشحالم از اینکه خیلی با دقت اینجا انتخاب شده و من میتونم بکشمش بذارمش اینجا و حذف بشه دیگه. آره بله حذف میشه، اما یه نفر میاد اینجا یه رنگی میپاشه باز خودش رو میره.
این دقیقا یک عیب بسیار بزرگ راجع به این ابزار هستش. ابزار بعدی که قراره بریم سراغش ابزار نیست، گزینه است. گزینه‌ای به اسم گزینه کانتنت. چطوری باید ازش استفاده کنم؟ یه ابزار مثل لاسا تولزی، پولیگانال لاسا تولزی یا همین پچ تولزی رو برمی‌دارین که فقط یه کار سلکت برام بکنه، همین. اینو برام ایجاد کنه. ایجاد که کرد کافیه کلیدهای شیفت و بک اسپیس یا شیفت و F5 یا اصلا هیچ کدوم دوست نداشتم، میرم زیر منوی ادیت گزینه فیل رو انتخاب میکنم. این پنجره که برای من باز شد کانتنتس رو میذارم روی گزینه اول از قسمت دوم، یعنی همون کانتنت اور، و تیک این گزینه‌ام که حتما خورده باشه، مودش باشه رو مود نرمال و اپاسیتی هم که 100%. کافیه که اوکی بکنم تا این بنده خدا رو این به صورت هوش مصنوعی حذفش بکنه و یه جای دیگر رو جایگزینش بکنه. یعنی اگر من بخوام این باله رو حذف بکنم با استفاده از این گزینه کانتنت اور، دیگه این لگ کوین داستانا رو برای من نمیندازه. بیا امتحان کنیم شیفت و بک اسپیس. دقیقاً این کارو انجام نمیده. پس زمانهایی که پچ تولز اینطوری میاد ما رو بیچارهمون میکنه و نمیذاره کارمون رو انجام بدیم، در این مواقع کانتنت اور بسیار گزینه مناسب و قدرتمندی هست. آقا یه سوال، یعنی برای حذف پنجره و این داستانا نمیتونیم از این استفاده کنیم؟ چرا نمیشه؟ بیا تست کنیم. من انتخابش میکنم شیفت و بک اسپیس و انتخاب. بعضی جاها ممکنه که یه خورده خرابی به بار بیاره، چون مثل این قسمت، چون اونقدر دقیق شاید نتونه اون مکانو پیدا کنه. اینجا رو دیگه شما اگه خراب کاری کرد با همین پچ تولز یه ماست مالی بکن که بره کار حذفش رو انجام بده. پس این مزیتش نسبت به پچ تولز چی شد؟ این بودش که توی اینجور مواقعی که اینطوری من انتخاب میکنم لک نمیندازه، فقط بعضی وقتا ممکنه یه همچین چیزایی رو جا بذاره خودش. آقا خب نمیخوام جا بذاره، باید چی کار کنم؟ باید یه ابزار دیگر هم بشناسی. اون ابزار اسمش چیه؟ اسمش کلون استامپ. اینجا شما با این کلون استامپ کافیه که بیای، اول اسمو میزنم روی کیبورد که انتخابش کنم. انتخابش که کردم همینطوری بخوام بکشم اینجا هر دنبیل نمیشه، باید یه محوطه که شبیه به این قسمت هست، شبیه به این سقف مثلا این قسمت هست، آلتو نگه دارم، قیافه این شکلی میشه. یه کلیک میکنم، کلیکو که کردم این الان از این محوطه یه کپی برای من گرفته. میام روی محوطه مورد نظرم میکشم و اینم پیستش میکنه به همین سادگی. حالا یه خورده احساس کردم که این براش خراب شده، یه خورده از اینجا میگیرم میکشم اینجا و میبینی که خیلی شیک و مجلسی برام اینجا رو درست میکنه. پس تمام ابزارهایی که شناختیم چی شد؟ ابزار اسپاتلینگ براش درست شد برای محوطه های خیلی کوچک در حد جوش و خال و این داستانا. گزینه پچ تولز شد برای حذف سازی های بزرگ، انتقال میده با حفظ بافت و حفظ رنگ، حفظ بافت و محوطه جدید، حفظ رنگ محوطه قدیم، اینطوری بگیم بهتر. گزینه بعدی که شناختیم شیفت و بک اسپیس بود، گزینه کانتنتس، کانتنت اور، و گزینه آخر هم که رفتیم سراغش گزینه کلون استامپ بود که ما میتونیم با استفاده از گزینه کپی پیستی که داره مناطق رو به صورت دستی انتقال بدیم. اینجا رو انتخاب میکنم، میام میکشم اینجا. حله. خب یه اسباب کشی کلی همین سالن رو بکنیم و یه بریم برای خونه جدید. اینجا رو با کانتنت اور زدیم. خب یه سری جاهاش رو نتونست درست حسابی واسمون در بیاره، با پچ تولز ماسمالیش رو انجام بدیم و همین سادگی اینم انتخاب کنیم. اینم از اینجا، اینجا هم یه خورده لکمک و از اینجور حرفا داریم. اینا رو هم ورداریم، صابخونه نیت بگه چیکار کردی با دیوارام، نمیشه شکلی. و تمام، این خونه صحیح و سالم خدمت شما. خب عزیزای دلم، امیدوارم که از این آموزش حسابی استفاده کرده باشید. یکی از مهمترین بحثایی بود که به نظرم تو آموزش‌های مقدماتی هر کسی باید کامل بلدش باشه، نه صرفا شناخت یکی دو تا ابزار، چون همونجور که دیدید هر کدوم یه جایی بالاخره ما رو لنگ میذاره. خلاصه که امیدوارم حتما استفاده کرده باشید. سابسکرایب، زنگوله، لایک، کامنت فراموش نشه. احتیاج داریم به این حمایت‌های شما. خیلی دوستتون دارم. تا یه آموزش دیگه همتونو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.